در سرزمین برادر عنوان فیلم تازه‌ای از علیرضا قاسمی و رها امیرفضلیه که در جشنواره‌های مختلف جهانی از جمله کارلو ویواری نمایش داشته و در جشنواره ساندنس، مهمترین جشنواره سینمایی آمریکا، هم جایزه بهترین کارگردانی رو به دست آورده. در سرزمین برادر داستان زندگی افغانستانی‌های مقیم ایران و تبعیض‌هایی که با اون روبرو هستند رو روایت میکنه. گفتگوی محمد عبدی رو ببینیم، منتقد فیلم با سازندگان این فیلم. تصویری تکان دهنده از وضعیت افغانستانی‌های مقیم ایران در فیلم در سرزمین برادر، ساخته علیرضا قاسمی و رها امیرفضلی، که در سه بخش سه داستان مجزا را درباره سه شخصیت طی 20 سال روایت می‌کند و از تبعیض سیستماتیک دولتی حرف می‌زند. ما خیلی دوستای زیادی داشتیم از مهاجرین افغان، هم رها بدون که اصلا اطلاع داشته باشیم، به صورت خیلی موازی. و یادمه که یه روزی داشتیم در مورد خاطرات شخصیمون صحبت میکردیم و چند تا داستان برای هم دیگه تعریف کردیم و آروم آروم داستان رو گسترش پیدا کردن و تبدیل شدن به یک نسخه اولیه‌ای از فیلمنامه که یکی یکی نام هم دیگه اضافه شدن و اون خانواده شکل گرفت. خیلی پینگ پونگی میرفت جلو، یعنی من یه نسخه می نوشتم میفرستادم برای رها، رها نسخه رو بازنویسی میکرد میفرستاد برای من. یه سری شخصیت ها حذف شدن، یه سری شخصیت ها اضافه شدن که شد این نسخه ای که براش رفتیم فیلم برداری کردیم. هر سه داستان فیلم بسیار تلخ به نظر میرسند و هر کدام جنبه هایی از زندگی شخصیت ها را میکاوند. من حس میکنم که ما خیلی هم من هم علی سعی کردیم که فیلم ناممون از همون مراحل اول خیلی به واقعیت زندگی جامعه هزاره توی ایران نزدیک باشه. درفت اول رو که نوشتیم توی پروسه‌ای که میخواستیم بازیگرمون انتخاب بکنیم با خیلی از افراد صحبت کردیم و متوجه شدیم که داستانهایی که توی فیلم وجود داره داستان واقعی افرادیه که دارن توی ایران زندگی میکنن و خب این تلخیه که وجود داره توی جامعه. حالا ممکنه که زیاد ازش صحبتی نمیشه یا مردم با بهانه‌های متفاوت میگن که چیزهای دیگری علی اهمیت داره، این مسئله در اولویت ما نیست، ولی این تلخی زندگی واقعی این افراده. راستش بخوام من فکر می‌کنم یکم هم تلخیش کم کردیم، چون که من یادمه که همیشه برام این سوال اساسی بود که چقدر نسبت داریم با واقعیت، و برای اینکه هی به این سوال جواب بدیم هی بیشتر سعی می‌کردیم راجعش بخونیم و جستجو بکنیم. یک بخشی از در واقع این جستجو کردن، صحبت کردن با افغان‌های ساکن ایران مخصوصاً هزاره ها بود که می اومدن فیلمنامه رو میخوندن. اکثرا هم کسایی بودن که تست میدادن برای بازیگری و بعضی که فیلمنامه رو میخوندن شروع کردن یه سری از خاطرات خودشون یا اتفاقاتی که برای اطرافیانشون افتاده بود رو تعریف میکردن و اونجا بود که متوجه شدیم که اصلا یک سری داستانی وجود داره که چند مرحله تا تلخ‌تره. واسه همین دارم میگم که ما حتی یکم خواستیم از تلخیش هم کم بکنیم. خیلی از اتفاقاتی براشون میفته که صدایی ندارن که تعریف بکنن، فقط بین جامعه خودشون راجع بهش صحبت میکنن و ابزاری برای اینکه بگن چه اتفاقی داره اینجا برای ما میفته براشون وجود نداره. فیلم بدون توجه به سانسور حاکم ساخته شده و ابایی از حرف زدن درباره موضوعات ممنوعه ندارد، از جمله فرستادن افغانستانی ها به سوریه به عنوان مدافعان حرم. فکر کنم هم من هم علیرضا هیچ وقت توی فیلمامون به این فکر نکردیم که حالا فیلمنامه رو یک جوری بنویسیم که خودسانسوری داشته باشه. بنابراین اصلا شیوهی که باهاش بزرگ شدیم توی فیلمسازی و یاد گرفتیم فیلمسازی رو این شکلی نبوده که بخوایم داستانی که میخوایم بگیم غیر واقعی باشه ولی قابل پذیرش باشه برای سیستم سانسور.
بنابراین توی این فیلم هم تا جایی که من یادم میاد ابدا به این فکر نبودیم. آره من فکر میکنم یه روایت نانوشته ایه، یه توافق نانوشته ای بین سانسور و فیلمساز آروم آروم بعد از 40 سال سانسور به وجود اومده. آدم ها راهش رو یاد گرفتن. خیلی مطمئن بودیم که اگر بخوایم درگیر این چیزا بشیم بهتره که اصلا فیلم رو نسازیم، من که یه جایش واقعا میتونه آزاردهنده باشه و اصلا چرا ما بریم سراغ یه همچین ایده ای وقتی که تصمیم گرفتیم صدای جامعه باشیم بعد بخوایم حالا ما خودمونم بیایم به عنوان سانسورگر عمل بکنیم. فکر میکنم تقریبا یه توافق نانوشته ای بین من رها بود که تا جایی که میتونیم چیزایی رو که میشنویم، چیزایی که خوندیم راجبش، چیزایی که دیدیم رو بیایم تعریف کنیم. هر اتفاقی بیفته ما همدیگر رو داریم.